سلام علیکم، حال تو چطور است؟ اصول با هستم، خوش اومدید به ویدیوی دیگه. متاسفانه الان که این ویدیو دارم میگیرم، دیروز علی جو پیروز عزیز، استریمر خفن و بازیکن خفن وارزون، متاسفانه فوت شد بر اثر کرونا. از همینجا تسلیت عرض میکنم به خانواده‌اش، هواداراش و رفیقای صمیمیش. همیشه من خدا وکیلی هر بار میرفتم تو استریمش، یه بار نمیدیدم این بچه نخنده، یعنی لبش شاد نباشه. عصبی میشد میخندید، میباخت میخندید، کلا همیشه داشت میخندید علی جی پیروز. برای همین انرژی مثبتی که داشت همه رو گرفته، هیچکس هیت نمیکردش، هیچکس باش دعوا نداشت تا جایی که من میدونم، و دوست نداشت که هیچ وقت هیچ کسی ناراحت باشه. برای همین میخوام که این ویدیو رو خیلی غمگین نکنم، خیلی ناراحت کننده نباشه، هرچند که به هر حال یکی از استریمرهای خفنمون فوت کرده. شاید تو دلمون ناراحت باشیم، ولی خواسته علی جو پیروز و خود خانوادش و فرادیکسی و سامسابری و که رفیقاش بودن گفتن که این ناراحتی کوچیک داشتین، تمام شده رفته، علی جو پیروز میخواد که شما بخندید. پس لطفاً سعی کنید با این ویدیو انرژی بگیرید. یه خورده هم که شده مطمئنم میخوام بریم ویدیو علی جو پیروز رو ببینیم دیگه، یه عالمه خنده داره توش. اگه لبخندی اومد رو لبتون مقاومت نکنید، بخندید، ایشالله شادیش بره به رو علی جو پیروز عزیز. قبل از اینکه علی جو پیروز عزیز فوت کنه، اصلا داخل برنامه‌ای که واسه ویدیو داشتم نوشته بودم ریاکت به بازی خفن علی جو پیروز، همونطوری که ریاکت به سامسابری کردم و ریاکت به فردیکسی می‌خواستم بکنم، تو برنامه‌ام بودش که به علی جو پیروز عزیز ریاکت کنم، ولی متاسفانه فرصت نشد و یه نظر سنجی گذاشتم داخل چنل. ازتون پرسیدم که دوست دارید بعد از فوتش این کارو بکنم و گفتید که انجام بده، برای همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو بگیرم و درآمد حاصل از این ویدیو کلش رو میخوام خیرات کنم برای رو علی جو پیروز. پس اگه دوست داشتید این ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و دیگه صحبتی نمی کنم، برو بریم سراغ ویدیو. بریم اول یه ویدیو خنده‌دار از علی جو پیروز ببینیم که خیلی این ویدیو رو باحال کردم، پستش هم کردم داخل اینستا. برو بریم. ای پدر سگ، اوه من چور نیست. آی کوچه مردی نیست خوراجی احمد. اوکی ور انسایید. میشه اوه چاتش واسه چات. همیشه هم به سامسابری اینو من دیگه میگفتم پدستگ و اینا به شوخی رفته بود اون بالا لیس خورد و این خنده‌اش همیشه مطمئنم همیشه تو ذهن همه اون میمونه. من خدا وکیلی هر وقت حالم بد بشه، اونایی که منو میشناسن میدونن چقدر استریم سام فراد و کلا کلن ایکس ری میرفتم و علی جو پیروز هم جزء اونا بود، این خنده‌اش واقعا نمیدونم چی بگم. یه بار دیگه ببینی لیس خوردنشو. ای پدر سگ، او من چرا نیست. وای چی شد؟ ای جو کجا مردی؟ لیس خوراجی احمد. اوکی ور انساید. خدا بیامرزت. طبقه هم کپ در ورودی گاراژ پایین سه تا. اصلا سبک بازی رو نگاه کن، C4 پایینه، همه پایینه، خود دیگه جانم سیف. ترکون یارم دم کرد، دم شد، هر شد. آره تمومش کردم. نه بابا اینجا بیرونه ترکوند. الان بامشو میزنه یارو رو، بعد میزنه الان بامشو میزنه یارو رو. سلف بزن، سلف بزن، بزن یه ایچ بی آتی آبی خورده. بزن وای بابا ماشاءالله واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا یعنی این سبکی که علی جو پیروز بازی میکرد، حالا زیاد خفن نیست وارزون من، ولی نمیدونم اسمی داشت میرفت تو دل حریف، یعنی ترسی نداشت. خود فردیسم لایوی که گذاشته بود گفت حالا با هم کلکل میکردیم میخندیدیم، من میگفتم من بهترینم، اون میگفت اون بهترینه، ولی خدا وکیلی چیزی که فردیسم گفت علی جو پیروز بهترین وارزون پلیر ایران بوده و به نظر منو همیشه خواهد بود، چون خیلی بازیش خفن بود. منم همیشه عقیدم این بودش که خفن ترین وارزون پلیر ایران بود. قدیماش خیلی فکر کنم نیام ماش بلند کرد و قدیماش این احتمالا. نگو که الان رد میشه یکی اونجا میخوره. زدمش شیت زدم کراکه رو. یه بار دیگه
دید داره میره اونج زد و ماشالله پسر، ماشالله، واقعا مغز کال آف دیوتی بود، یعنی مغز کال آف دیوتی بود، بازی میکرد با فکر بازی میکرد. یعنی الان دیگه خدا وکیلی این یه محاسبه ریاضی کوچیکه، حالا ریاضی داشت دیگه، میگفت اون داره میره از اونجا اونجا، یه کوچولو غم انگیزه اینا واقعا. خیلی سخته، خیلی سخته الان که داره میبینیم علی جو پیروز عزیز نیست، ولی باید همیشه با شادی ازش یاد کنیم. چی زد؟ واقعا میخوام پاشم واسه دست بزنم بسن. ماشالله چی زد؟ هولیش. یه بار دیگه این حرکتش رو ببینیم، یه بار دیگه ببینیم. عمق ماجرا میدونی کجا بود؟ هلیه بی سرنشین، یعنی تک بود دیگه، داشت سولو پلی میداد، با هلی داشت میرفت، یه لحظه ول کرد فرمونو، نشست بغل تق زد. فوب بزن وات نمود، چرا نمود؟ چیرام رد نمیشد. اولیش. یه بار دیگه ببینیم، یه بار دیگه ببینیم. اوه بزن. بزن. زد یارو بالا ساخت. وات؟ چرا نمرد؟ مگه میشه اصلا همچی چیزی؟ چرا نمرد؟ واقعا اصلا آدم با چیزشو نگاه میکنه، ویدیوهای مربوط به استریمشو نگاه میکنه، اصلا یادش میره داستان چی بوده. داشته علی تیر میزد از این سطح، نمیدونم تو اینه آبی خورده. آه اینم چینی مینی بود. برو با من بزن. همیشه میخندیدیم بشر، همیشه میخندیدیم. اتفاقا این ویدیو رو میخوام بذارم، هیچ فکر نکنم چیز خاصی داشته باشه، فقط یه فینیشر ساده بود. خنده هاش، این خنده هاشه که مونده تو مغز آدم. یعنی فرادیکسی ازش عصبی میشد، فرادیکسی از دستش عصبی میشد، یعنی در حدی که لیوان میشکن. علی جو پیروز اینجوری میخندید، بابا فراد ول کن، میگه فراد جون، سام جون ول کن بابا بازیو. عشق اینه که دور هم باشیم. الان دیدی همشش میخندید. نفهمی یارو. حاجی یارو نفهم. یک پا مرغی کمپر سگ رو مشاهده. دمت گرم. یک پا مرغی کمپر سگ رو مشاهده میکنید. داره ایموت میزنه جلو این موجودات. معمولا پامرغی حرکت میکنه و به لوت‌های روی زمین خیلی توجه میکنند و هیچ وقت اب پامرغی در اومدن در میبینم به کاسکش دست درختانو گرفتی. اصلا مگه میشه یه نفر هم فان بازی خفن در این حد مهم بازیش براش که روزی 7-8 ساعت استریم میکنه هم عصبی نمیشه از اون بازی، فقط میخنده واقعا.
خدا بیامرزت مرد، واقعا خیلی خفن بودی، تک بودی تو ایران، وارزون ایران خیلی تک بودی. مطمئنم که جات تو بهشته، چون واقعا هیچ کسی هیچ بدی حداقل تو این کامیونیتی نیده بود ازت تا جایی که من شنیدم. چون من خیلی دنبال میکنم کلا استریم و اینا رو. روحت شاد، واقعا روحت شاد. بازم میگم درآمدی که این ویدیو داره میره صرف خیرات میشه برای علی جو پیروز عزیز. واقعا بیشتر از این نمیتونم من ادامه بدم ویدیو رو، چون هم فردیسه درخواست کرده بود که اینک خانواده‌اش، بر همین همینجا ویدیو رو تمام میکنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتی نقل کامنت ها قلب و هر چی دوست دارید بفرستید واسه رو علی جو پیروز. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار. قبل مرگم با ویورم یه پلی بدم ها. دنیا